همراهان عزیز به پادکست هفت خوش اومدید. من ایمان هستم، در کنار هرانوش میزبان شما خواهیم بود در طول برنامه امروز. مخاطبین خوبمون، من هم خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه تونستم در خدمت شما عزیزان باشم. درود میفرستم خدمتتون. شرایط بحرانی به خصوص در زندگی ما ایرانی ها فکر میکنم شرایط بسیار آشنایی باشه و همه ما میدونیم که ما از این شرایط عبور کردیم و خواهیم کرد، اما فکر میکنم همه ما این دغدغه رو داشته باشیم که واکنش سالم به شرایط بحران چی میتونه باشه و ما امروز رو اختصاص دادیم به واکنش مناسب و سالمتر در شرایط بحرانی. اساساً کارشناسا بر این باورند که در زمانی بحران استفاده مناسب از تمام ظرفیت‌های وجودیمون میتونه کارساز باشه، چه این ظرفیت‌ها جسمی و فکری باشن چه روحی و روحانی، و فکر میکنیم که پرداختن به ابعاد مختلف این موضوع میتونه به ما کمک بکنه تا با مفهوم واقع بینی و اینکه چطور اون رو به عنوان یک راهکار برای عبور سالم از بحران‌ها به کار ببریم بیشتر آشنا بکنه. ما امروز قراره که در این برنامه با مهمانمون در همین ارتباط بیشتر صحبت بکنیم. بریم با خانم فرزانه ثابتان همراه بشیم. ایشون تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده هستند. خانم فرزانه ثابتان به پادکست هفت خوش اومدید. درود بر شما. خانم فرزانه ثابتان، من هم خدمت شما خوش آمد میگم و بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه تونستیم در خدمتتون باشیم. من از دعوت هر دوی شما عزیزان به این برنامه ممنونم و از تهیه کنندگان برنامه و درود میفرستم به تمام مخاطبین پادکست هفت. خانم ثابتان، همونطور که میدونید ما امروز در مورد شرایط بحرانی صحبت میکنیم. من میخوام بدونم افراد در برخورد با بحران چه واکنشی رو نشون بدن، در واقع واکنش سالم تری میتونه باشه. ببینید، افراد معمولا در شرایط بحرانی، فروید عبارت جالبی داره، میگه مکانیسم های دفاعی، من بهش میگم مکانیسم های تطابق رو در واقع به کار میبرن. یعنی به طور طبیعی انسان وقتی در شرایط سخت در تنگنا قرار میگیره شروع میکنه یک سری ابزارهایی رو برای دفاع از خودش به کار میبره. من از نظر روانی دارم این رو میگم. بعضی از این مکانیسم‌هایی هستن که کمک میکنن انسان در سلامت بیشتری باشه، در اعتدال بیشتری باشه، اون یگانگی و صلح درونیش بیشتر حفظ بشه. بعضی از اینها نه، ولی به طور کلی اگر ما بخوایم از نظر اجتماعی و روحی جمعی نگاه بکنیم، یکی از ویژگی هایی که افراد به کار میبرن این هست که در واقع در سه وضعیت قرار میگیرن: یا خوشبین باشن، یا بدبین باشن، یا واقع بین باشن. اونجایی که صحبت از خوشبینی میشه شروع میکنن به امید دادن به خودشون، واقعیات رو اونطور که هست نمیبینن. من نمیخوام بگم امید بده، نمیخوام بگم نباید باشه، نمیخوام بگم تخیل، خیال پردازی، رویا پردازی نباید باشه، همه اینها باید باشه. ولی اگر ما در موضع روبرو شدن با مسائل و بحران ها بخوایم یا این افراط رو داشته باشیم یا اون افراط رو داشته باشیم، دچار مشکل میشیم. یعنی یا این که فقط توجهمون به این باشه که بگیم امید بدیم به خودمون و قفلت بکنیم و اصلا مسائل رو ندیده بگیریم، و گاهی وقتا ما بهش میگیم مکانیسم های جبران، جابجا سازی، اون مکانیسم هایی که فروید به کار میبره، فرار، فراموشی. مثلا شما میره در بعضی جوامع که بحران زیاده اعتیاد زیاد میشه، این یه نوع فراموشی و فراره، یا در بعضی از جوامع به خوشگذرونی و لذت طلبی و نگرش های ماتریالیستی رو
تقویت میکنن، مثل مهمونی و پارتی و خرید کردن و لباسای رنگ و رنگ گرفتن و چه میدونم مصرفگرایی. اینا همه در واقع مکانیزم های جبرانه و مبتنی بر چیست؟ بر اینکه ما میخوایم ندیده بگیریم، غفلت بکنیم، مشکل رو نبینیم و بر اساس هیچ خبری نیست و امثال اینها شروع کنیم زندگی کردن. و در واقع میخوایم ثابتان به نظرم میرسه که یعنی در واقع افراد میخوان فرار کنن از اون درد و رنجی که فرار کردن و گاهی وقتا غفلت کردن، نمیخوان ببینن. همیشه فرار شدت و ضعف داره، شدیدترین شکلش اعتیاده ولی شکلهای ضعیفتری هم داره. این طرف قضیه. و یه نکته رو هم خوبه بگیم، ببخشید میان صحبتتون، فکر میکنم که در خیلی از جوامعی که بحران رو تجربه میکنن، به خصوص من دیدم که در جامعه ایران بخش شوخی با بحران و بخش طنز پردازی از این واقعیت تلخ هم خیلی رشد میکنه که یه پدیده به نظرم قابل تعاملی هست. حالا من طنز پردازی رو خیلی نمیتونم بهش فرار بگم، چون در طنز فرد باید مشکل رو ببینه، منتها سعی میکنه با یک چاشنی شادی اون رو در واقع ارائه بده و مشکل رو در واقع به چشم دیگران بیاره. یک در واقع حد افراد شد این که ما اصلا سعی میکنیم نبینیم مشکل رو، فراموشش بکنیم و بریم یه دنیای غیر واقع بینانه و خوشبینانه برای خودمون بسازیم، تو اون دنیای محدود هم زندگی بکنیم. ما این رو خیلی زیاد میبینیم. یه طرف قضیه، شکل افراطی یا تفریط قضیه این هست که از صبح بلند شیم و ذکر مصیبت، این بده، این خوب نیست، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، این چه وضعیه، هیچی نداریم، دیپرس شدیم، آزادی نداریم، امنیت نداریم، حالا هر مشکلی، هر بحرانی به هر شکلی که هست، آلودگی هوا هست، نمیدونم چرا آتش فشان اومده، چرا زلزله اومده، چرا کردن ها. خب اینم اون طرف قضیه است که باز ما رو میبره توی فضای بدبینی. در هر دو حالت افراد و تفرید، واکنش انسان یک حالت انفعالی به خودش میگیره، یعنی نیرو و انرژی تحول و تغییر رو در انسان از بین میبره، یعنی مکانیسم سالم برخورد با مشکلات که ما در اصطلاح بهش میگیم فراپویی، یعنی سازندگی درش باشه. ولی در اصل اونجایی فرد میتونه در واقع با مشکل و مشکل رو حل بکنه که قبلش مشکل رو اصلا دیده باشه به طور واقع بینانه، نه بر اساس یک سری امیدها و تخیلات ساختگی و غیر واقع بینانه، نه در یک شکل افراطی و اغراق‌آمیز مصیبت بار، بلکه مشکل رو مشاهده بکنه که واقعا چی هست. این اولین قدم برای مواجهه با بحرانه. وقتی که مشکل رو بشناسیم، در روانشناسی میگن مشکل رو در آغوش بگیریم، نه ازش فرار بکنیم، نه اینکه سعی کنیم زیرش له بشیم، این رو در آغوش بگیریم. وقتی مشکل رو ما در آغوش بگیریم، اون وقت میتونیم تازه بفهمیم چیه و میتونیم ابعاد متفاوتش رو متوجه بشیم و سعی در حلش بکنیم. بنابراین این واکنشی است که در موضع کسی که خودش توی مشکل هست، توی مسئله هست، میتونه با بحران داشته باشه. اما یه عده هستن که بیرون از مشکلن و بیرون از مسئله میخوان در واقع کمک کنن به کسانی که توی مشکل هستن، که این کمک ها راه‌های متفاوت داره. عرض کردم اونها هم اتفاقا همین شکل‌های خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه رو دارن. ما خیلی میبینیم که توی این موارد متفاوت، برو خوش بگذرون، برو خودت نیا، نمیدونم سلام به آفتاب، سلام به صبح، یه چیزهایی که خیلی حالت تصنعی داره. یا این طرف، من متاسفانه در بعضی از رسانه ها خیلی زیاد این رو میبینم، از زمانی که شما پیچ این رسانه رو وا میکنی، ذکر مصیبت، زدن، کشتن، بردن، خوردن، بدبخت شدن، بیچاره شدن، آواره شدن، سوختن، تو آب غرق شدن و و همه اینها، هر دوی اینها باز اون شکل افراطی رو داره. بنابراین چه در موضع فردی که خودش توی بحران قرار گرفته، چه در موضع فردی که میخواد کمک بکنه که افرادی از اون بحران در بیان، در هر دو صورت یک مسئله مهم، یک مسئله کلیدی واقع بینی است. به من اجازه بدید یک فرمول خیلی قوی رو در روانشناسی، خیلی مهمه که افراد اگر از این فرمول رو نشناسن،
در واقع دچار مشکل میشن در هر شرایطی، علل خصوص در شرایط بحرانی. و اون فرمول اینه که میگن سرخوردگی، ناکامی یا چیزی که ما بهش میگیم درد، رنج، سختی، بحران مساویه با توقعات و انتظارات منهای واقعیات. یعنی اگر من توقعات و انتظاراتی که تو ذهنم دارم مطابق با واقعیات موجود زندگیم نباشه، نه اینکه مثل واقعیات بشه، تطابق نداشته باشه، این دوتا شدت و فاصلش خیلی زیاد باشه، من دچار سرخوردگی میشم. شما تصور کنید مثلا من ناراحتم از اینکه لباس فلان برند رو ندارم. خب برای حالا یه جوان 15-16 ساله ممکنه یک سرخوردگی زیاد باشه. چرا؟ چون انتظارش اینه که مثل یه بچه میلیونر زندگی کنه، ولی واقعیت اینه که در یه خانواده متوسط کارمندی داره زندگی میکنه. در واقع واقعیت رو ندیدن باعث میشه انتظارات ما به طور غیر واقع بینانه بره بالا، و اون وقت این فاصله وقتی زیاد میشه من دچار چی میشم؟ دچار سرخوردگی میشم. هر چقدر این فاصله بیشتر باشه سرخوردگی بیشتره. بنابراین یکی از راه‌های حل مشکل این نیست که هی توقعمون رو بیاریم پایین. فقط توقع رو پایین آوردن و نزدیک کردن به واقعیات کار نمیکنه. چرا؟ چون اون قوه فعالیت من رو از من میگیره. ولی از اون طرفم این نیست که هی ما بخوایم واقعیات رو تغییر بدیم در حد غیر واقع بینانه، بلکه این دوتا باید با هم نزدیک بشه. یعنی من از جهت توقعات خودم سعی کنم توقعاتم رو به واقعی گرایی نزدیک کنم، و از نظر دیدن واقعیات سعی کنم واقعیات رو اونطور که هست ببینم، نه اونطور که دوست دارم ببینم. خانم ثابتان، صحبت‌های شما منو یاد یه جمله انداخت از دیپاک چوپرا، پزشک و نویسنده آمریکایی که اتفاقاً طب جایگزین رو هم ترویج میکنه. در جمعی ازش سوال شد که آیا در زمانی که زندگی میکنیم سخت‌ترین دوران بشر نیست؟ یعنی از نظر بحران، از نظر بحران‌های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در بدترین زمان تاریخ زندگی نمی‌کنیم؟ و دیپاک چوپرا حرف جالبی زد، گفتش که اینکه ما فکر می‌کنیم که زمانه ما سخت‌ترین دوران‌هاست منحصر به ما نیست، و پدران و نسل‌های قبلی ما اونها هم همین تصور رو داشتن. زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد یا زمانی که بحران هسته‌ای بین بلوک شرق و غرب وجود داشت، آدم ها فکر میکردن که این بحرانی ترین دوره تاریخ زندگی بشره، ولی اینطور نبود و شرایط تغییر کرد. شما نظرتون در این ارتباط چی هستش؟ ببینید این نکته که گفتن خیلی خیلی مهمه. اصولا بشریت در حال رشده، و من همیشه میگم همون درد و رنجی که یک جوان 15 ساله از نداشتن فرض کنید دوچرخه فلان جور یا موتورسیکلت فلان داره، نسبتش به همون اندازه است که یک دختر بچه 5 ساله از نداشتن عروسک، یا یک بچه 2 ساله از نداشتن شکلات. منتها خب به نسبت رشد مشکلات هم متفاوت میشه، نوعش تغییر میکنه. یکی این مسئله است، یکی این که خب وقتی رشد میکنن افراد همه یه چیزایی رو میچشن که از قبل نچشیدن. طبق تحقیقاتی که کردن متوجه شدن که سیاه‌پوستای الان معاصر در امریکا میزان محرومیت و محدودیت و درد و رنجشون و ناکامیشون بیشتر از سیاه‌پوستای 200 سال پیشه. بلکه در 200 سال پیش فرهنگ بردهداری غالب بود و اون سیاه‌پوستای اون موقع خارج از این فکر نمی‌کردن، اصلا تصوری از آزادی نداشتن. ولی الان سیاه‌پوستا چون تصور آزادی رو دارن، درد بیشتری دارن. اگر فرض کنید به اونجوری که مثلا پلیس با جورج فلوید برخورد کرد، دوباره با یک سیاه‌پوست دیگه برخورد کنه. پس این خیلی مهمه که یه مقدار درک و آگاهی ما در دیدن مسائل متفاوت میکنه مسئله رو. نگاه ما خیلی مهمه. و البته یه نکته دیگه هم وجود داره، ما به تجربیات گذشتمون هم باید در مواجهه با بحران نگاه کنیم. مثلا شما، من با یک دوستی که تخصصشون محیط زیست بود صحبت می‌کردیم،
و خب طبق معمول گاهی وقت آدم از دستش در میره، شروع میکنه به خیلی وضعیت بده، نگران هستیم نسل آینده با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد و امثال اینا. ایشون خیلی توضیح جالبی به من دادن، گفتن که ببین بشر همیشه انگار یه چیزی تو جعبه جادوی دانشش داره. مثلا در فرض کنید 100 سال پیش، حالا اگر تاریخ ها رو اشتباه نگم، بشریت نگران این بود که الان گرما و حرارت زمین انقدر زیاد شده که ممکن از زمین رو نیست و نابود بکنه. در همین اسنا در یک نقطه یک آتشفشان خیلی قوی اتفاق افتاد که اهالی اون دهکده نزدیک آتشفشان رو به ارتفاع 50 متر پرت کرد هوا. ولی این آتشفشان مثل عدسه‌ای که ما میکنیم سبب خنکی کره زمین شد و اصلا موزل از بین رفت. یا یک زمانی نگران بودن قبل از اختراع ماشین که اگر همینطور این گاری ها تشکیل بشن و از تولید بشه برای حمل و نقل و به عنوان وسیله نقلیه، معذرت میخوام، به قطر 1 کیلومتر پهن دور کره زمین رو خواهد گرفت. و اینکه از تولید میکردن که بتونه بعد یه دفعه ماشین اختراع شد همه چیز از بین رفت. یعنی تجربه ما حداقل به ما نشون میده که در میان همه این بحران ها همیشه یک ته تونل یه نور روشن هم هست، یه نور کوچیک هم هست. این یه طرف قضیه، یعنی ما بر اساس تخیلات نمیگیم، بر اساس تجربیاتی که در تاریخ داشتیم این رو میتونیم بگیم. این امید واهی نیست، این نیست که من بیام با ندیدن واقعیات، با انکار واقعیات سعی بکنم خودم رو خوشحال کنم، بلکه خود این میتونه به من یاد بده که گذشتگان هم با مشکل مواجه شدن و دیدن شرایط رو که چطور تغییر کرد. نتیجتا من میتونم به جرئت بگم نه، اگر نسبت رو بگیریم نسبت همیشه ثابته، ولی اگر بخوای مشکل الان رو با مشکل دو قطبی بودن جهان مثلا در 30 سال پیش 50 سال پیش مقایسه کنیم، مشکلات رو به تنهایی بخوایم مقایسه کنیم، بله متفاوته. شما مشکلات یک نوجوان رو بخواید به تنهایی مقایسه کنید با مشکلات بچه 5 ساله، اصلا قابل قیاس نیستن. خیلی بچه 5 ساله مشکلش کمتره، ولی نسبته، چون اینجا بحث مشکل نیست، بحث احساس ناامنی، احساس استراب، احساس سرخوردگیه بشریت و جامعه انسانیه، حالا در جوامع مختلف شکل‌های مختلف. نسبت این سرخوردگی یکسانه، چون نداشتن یه اسباب بازی یا شکلات برای یه کودک خردسال به همون اندازه اهمیت داره و مهمه در اون حیطه کوچیک دنیاش که داشتن دوچرخه فلان مدل برای یا اسکوتر فلان جور برای یک بچه نوجوان. خانم ثابتان، شما اشاره فرمودین به واقع بین بودن در شرایط بحران و مشکلاتمون. میخوام یه چند تا راهکار برای ما بگید، چند تا راهکار عملی بگین که ما بتونیم هرچه بیشتر در واکنش به بحران واقع بین تر باشیم. ببینید چند تا ما قدم رو باید برداریم و اصولا در حل مشکل. اولین مسئله توجه به مشکله، یعنی اصلا ببینیم مشکل رو. دومین مسئله این هست که وقتی توجه کردیم بتونیم تجزیه تحلیلش کنیم، ابعاد متفاوتش رو ببینیم. در اصطلاح این یه نوع بهش میگن فرایند آگاهی، تا اینجا که میبینیم مسئله رو میبینیم. بعد همونطور که گفتم واکنش ما نسبت به مشکل این نباشه که از مشکل فرار کنیم، سعی کنیم باش روبرو بشیم و ببینیم برای حل این مشکل چه گزینه‌هایی وجود داره و این گزینه‌ها چه پیامدهای مثبتی داره، چه پیامدهای منفی داره، چه منفعتی داره، چه ضرری داره. به عبارت ایرانی‌ها میگن می‌خوایم ابرو رو برداریم نزنیم چشش هم در بیاریم، نریم یه راه حل پیدا کنیم که 3 جای دیگه مسئله رو یا زندگی ما رو آسیب بزنه، بلکه بتونیم پیش بینی بکنیم، تخیل کنیم. تخیل اینجا خوبه که من تجسم کنم، تخیل کنم که اگر این کارو بکنم پیامدش چه چیزایی میتونه باشه، اگر این کارو بکنم پیامدش چه چیزایی میتونه باشه. تا اینجا ما در اصطلاحش میگیم فرایند آگاه شدن، یعنی مشکل واضح میشه، گزینه ها رو میتونیم ببینیم، توجه کردیم، با مشکل مواجه شدیم و امثال اینها.
از اینجا به بعد دو تا در واقع راهکار وجود داره. راهکاری که به نظر من سالم نیست همون راهکارهاییست که انکار کنیم. راهکار سالم این هست که سعی کنیم از فرصتهای موجود درون استفاده کنیم. یعنی ببینید انسان باید مثل آب باشه، از هر جا جلوشو میگیرن از یه جا دیگه بزنه بیرون و فکر نکنه که ظرفیت من همینه. ما خیلی از اوقات از ظرفیت‌ها و توانایی خودمون خبر نداریم، ولی آبراهام مازلو میگه که ما اگر میخوایم ظرفیت‌های انسان رو در اندازه بگیریم، باید بریم ببینیم اونایی که برنده جایزه بودن چقدر تونستن بپرن، چقدر تونستن پیشرفت بکنن. خب من وقتی یه کسی مثل ویکتور فرانکل رو میبینم که در اون زندان‌های مخوف دوران هیتلر میشینه کتاب مینویسه، میتونم اینطور نگاه کنم که من هم میتونم، ولی چطور این کار رو بکنم؟ این چگونگیش دیگه فرد به فرد فرق میکنه، بستگی به خلاقیت داره. شما در تحولات اخیر ایران نگاه میکنید، ببینید چه اتفاقاتی میفته، چه چیزهایی در میاد که شاید دو سال پیش اصلا تصورش هم نمیکردیم که همچین کار رو بکنم. در نهایت محدودیت فرصت وجود داره، بنابراین باید از فرصتها استفاده کرد. خانم ثابتان، مثالی که زدید مثال بسیار برای خود من جالبی بود، از این جهت که من فکر میکنم شرایطی رو که جامعه بزرگتر ایران این روزها داره تجربه میکنه به نوعی مشابه شرایطی هست که جامعه بهائی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی و حتی امروز به نوعی تجربه میکنه. از این جهت میخوام بگم که شاید تجربه جامعه بهائی بتونه به نوعی الهام بخش باشه برای سایر ایرانی هایی که این روزها شرایط دشوار رو باش مواجه هستند. به عنوان نمونه اگه دقت بکنیم به روزها و یا سالهای بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، بسیاری از بهائیان از تحصیلات عالیه در دانشگاه ها محروم شدند و جامعه بهائی علاوه بر این که از مجاری قانونی نسبت به این اتفاق اعتراض کرد، اما به این بسنده نکرد و دانشگاه خصوصی رو راه اندازی کرد با استفاده از اساتید بهایی که از دانشگاه اخراج شده بودند و سعی کرد به نسل بعدی و کسانی که مشتاق هستند علم فرا بگیرند به اونها آموزش بده و اونها رو به صرف اینکه سیستم از حضور در دانشگاه محروم کرده از آموختن و یادگیری محروم نکنه. و شاید این تجربه بتونه کمک بکنه به جامعه بزرگتر ایران که در شرایط مشابه بتونن از این راهکارها یا از این دست راهکارها استفاده کنن. دقیقا همینطوره. یعنی ما میبینیم وقتی ما صحبت از داستان ما یکیست میکنیم، کمپین داستان ما یکیست، این نیست که فقط بگیم بدبختی ها و مصیبت هایی که کشیدیم یکیه. به نظر من یک حالت همانندسازی باید اتفاق بیفته از هر طرفی، فرق نمیکنه. نه اینکه بگم جامعه کلان از جامعه باهایی یاد بگیری یا غیره، این نه، جامعه باهایی هم باید یاد بگیره، تجربه بکنه. و اون این هست که ما ببینیم چطور میتونیم فرصت ها رو ببینیم در شرایط محدود و تنگ. یعنی شما مثلا میبینید در ابتدای انقلاب، همونطور که شما گفتید ایمان خان، جوانای باهایی رو اخراج کردن، استادا رو اخراج کردن، چیزی که الان میگن 3 تا انقلاب فرهنگی در ایران اتفاق افتاده و الان دوباره در ایران داره اتفاق میفته. خب چرا بچه‌ها تو دانشگاه، تو مدرسه، توی ببخشید خونه ها درس نمیخونن؟ چرا این استادایی که اخراج شدن نیان به تو خونه ها درس بدن؟ چطور میشه مرد افراد رو محدود کرد از اینکه 4 تا دختر یا 4 تا پسر یه جا جمع شن و یه نفر بهشون فیزیک و شیمی و امثال اینا درس بده؟ ما داشتیم افرادی که زندانشون کردن، تز پایان نامه تحصیلاتشون رو تو زندان نوشتن، زندانشون کردن، کتاب ترجمه کردن تو زندان، زندانشون کردن، رفتن یاد گرفتن، زبان انگلیسی یاد گرفتن، زبان عربی یاد گرفتن یا هر چیز دیگه یاد گرفتن. اینا اون فرصت‌هایی است که ما از چالش‌ها میتونیم بیرون بکشیم و این ممکن نیست مگر با واقع‌بینی. یعنی ما تا واقعیات رو نبینیم نمیتونیم همچین کاری رو انجام بدیم. توی این فرصت ها لابلای چالش ها نشسته، ما کافیه که اینها رو ببینیم. ببینید این یه مجموعه است،
یعنی من باید با واقعیت وجود خودم، با ظرفیت ها، توانایی ها آشنا بشم، با فرصت های محیط رو بکشم بیرون. و حتی طنز که شما اشاره کردید ایمان جان، در واقع طنز هم همین هست. طنز داره یک ترکیب خلاقانه از طرح دردها انجام میده، ولی نه این درد انقدر باشه که منو منفعل کنه. طنز تا اونجا خوبه که بتونه به من قوه خلاقه بده، من رو فعال کنه، به حرکت بندازه. ولی اگر طنز به صورت یه چیز کمدی سوپاپ اطمینان در بیاد که فقط فشارهای منو خالی کنه، اون از مرز و حریم سلامتش در واقع خارج شد. وقتی داشتین صحبت می کردین، من یاد گفته مارتین لوتر کینگ افتادم. جای گفتن که اگر نمی تونی پرواز کنی بدو، اگر نمی تونی بدوی قدم زنان برو، و اگر نمی تونی قدم بزنی سینه خیز برو. و در هر حالت ما باید همیشه فکر این باشیم که یک قدمی رو به جلو برداریم. دقیقا، ما ظرفیت های زیادی داریم، به ظرفیت های خودمون واقف نیستیم. ولی این نکته که شما گفتید، دو تا مسئله به نظر من دو تا چیز مهم درش بود. یکی اینه که به هر حال فعال بودن و حرکت کردن خیلی مهمتر از ساکت نشستن. خانم ثابتان، قبل از اینکه ازتون خداحافظی بکنم، یاد شعری افتادم از زنده یاد هوشنگ ابتهاج سایه، که در جایی میگه که زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمی است این درنگ درد و رنج، به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند، رونده باش، امید هیچ معجزی زمرده نیست، زنده باش. ازتون خداحافظی میکنم. خداحافظتون خانم ثابتان.